جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تا دست یافتن به مواد لازم برای تولید بمب اتمی چند ماه بیشتر نیاز ندارد. آن سوتر یک عضو شورای شهر تهران میگوید 12,000 کارتون خواب در تهران به سر میبرند و یک مقام مسئول دیگر در ولایت فقیه خبر از افزایش ایرانیانی می‌دهد که به زیر خط فقر مهاجرت کردند در جمهوری اسلامی. و آیت الله مصباح یزدی می‌گوید رهبری زورش به همه چیز نمی‌رسد. و هر خبرهای دیگر در ایران چه می‌گذرد؟ جمشیده چالنگی هستم، با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو از واشنگتن. با من و شما هستند در ادامه تفسیر خبر مهمانان امشب این برنامه در پاریس آقای احمد ملکی دیپلمات پیشین ایرانی و عضو کمپین سفارت سبز و در آلمان آقای دکتر مهران براتی استاد دانشگاه پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ملکی عزیز سلام به شما. با درود به شما و مهمان گرانقدر جناب آقای براتی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. به اتفاق شما به آلمان میریم، به آقای براتی عزیز خوش آمد میگیم. ممنون از شما، ممنون از دعوتتون و سلام به ایران. آقای براتی ببینید خبرهایی که هست متاسفانه مثل سالیان سال پس از انقلاب اسلامی بیشتر خبرهای ناگوار هستن، ناخوشایند، از جمله این که خبر میرسه 12,000 کارتون خواب در تهران وجود داره، تعداد کسانی که به زیر خط فقر ناخواسته مهاجرت کردن در ایران 2.5 برابر شد. این در حالی که رهبری جمهوری اسلامی سال گذشته یک برنامه اقتصادی رو اعلام کرد و الان هم یک برنامه اقتصادی با مدیریت جهادی ایشون اعلام کرده، اما امیدی میره که این وضعیت اقتصادی در ایران سامانی بگیره، کارتون خوابها سرپناهی پیدا کنن و بقیه مسائل مربوطه. سوال از من بود شود که خب این مسئله کارتون خوابی و فقر در شهرهای بزرگ ایران از زمان جنگ عراق ایران آغاز شد، از زمانی که هموطنان ما در خطوط مرزی مجبور به ترک محل سکونتشون شدن، به شهرهای بزرگ ما بردن. یکی این بود و یکی دیگر این که با تغییر وضع تولید صادرات و واردات و به ویژن وارداتی که حساب شده نبود، در بخش کشاورزی ایران صدماتی وارد شد و به خصوص با خانه‌سازی و شهرسازی و ساختمان‌سازی بی‌رویه در شهرهای بزرگ و زیاد مزد کارگران در شهرها دیگر برای دهقانان اصلا یا شغل به درد بخوری که با اون بتونن زندگی بکنن نبود و یا
مزد آنچنان پایین آمده بود که مجبور به ترک محل و روی آوردن به شهرها بودند. خب در کنار همه اینها به تدریج رشد بیکاری در جامعه بیشتر شد و به خصوص آمدن 3 میلیون افغانی پناهنده افغانی به همه این مشکلات افزود. بنابراین همه مسائل که روی هم بگیریم با نبود یک برنامه عرشبت که امداد اجتماعی به خصوص بیپناه شدن بچه هایی که بچه های جنگی بودن یا بچه های پناهنده های افغانی بودن در شهرها، کودکان خیابانی به خصوص روز افزون شدن و این وضع رو تشدید کرد در اونچه که به اصطلاح کارتون خوابی بهش میگیم، مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر، فروش مواد مخدر، واگذار کردن اون به بچه ها و پناهنده ها و بیپناه ها برشونت مشکل رو روز افزون کرد. برنامه ما در سطح کشوری و دولتی نمیبینیم برای مقابله با این وضع فجیع اجتماعی. حال اینکه سطح جدید چه بکنه نمیدونیم. بله قطعا آماری که منتشر میشه از طرف مسئولان یا کارگزاران حکومت اسلامی تا به حال تجربه نشون داده که آمار کمتر واقعی است، یعنی تعداد کارتون خواب ها در تهران پایتخت ایران قطعا بیشتر از این هست. آمار دیگری بوده قبلا منتشر شده و آمار دیگری نیز هست که در صورت تایید دقت این آمار اونها رو به اطلاع شما خواهیم رسون. آقای ملکی عزیز، یکی از شعارهایی که داده میشد در انقلاب اسلامی عدالت اجتماعی بود، توزیع عادلانه ثروت بود. اون چه البته شعارهای عمده نبود، چون شعار عمده انقلابی اساسا اقتصادی نبود. حالا چرا؟ شاید به دلیل رفاه نسبی که وجود داشت در پیش از انقلاب برای مردم، یعنی مطالبات اقتصادی عمده‌ای در شعارهای انقلاب دیده نمی‌شد. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که ما نه مستعمره جایی بودیم که استقلال بخوایم. آزادی هم هر کسی مفهوم خودشو داشت. این بحثی طولانی، جمهوری اسلامی هم که کمویش اکثریت نمی‌دونستن چه چیزی هست. برای این یک موضوعی امیدوارم زمان درباره صحبت کنیم. اما این همان عدالت اجتماعی است، این همان چیزی است که ملایان شیعه بر منبر میگفتن از عدل علی که میبینیم 12,000 کارتون خواب حداقل در تهران و کاخهای به اون شکل که میبینیم و لامبرگینی و و و جاهایی که آقای رفسنجانی و بقیه زندگی میکنن، آقای خامنه ای و بقیه ملایان حکومتی. بله، دشمن این خاک نه بیگانه بلکه بیگانگی است. بنا بود که انقلاب به هر حال درست شعار اقتصادی نداشت، ولی در کل از همه ابعاد بنا بود بهشتی بر ما ساخته بشه. حالا اون چیزی که بیشتر اون موقع پررنگ بود، خب اینها میگفتن که اسلامی بشه تا ما این بهشت رو به هر حال این چیزی که 1400 سال به مردم گفتیم، حالا امروز حکومت دستمون میاد اینو میخوایم اجرا کنیم و این بهشت رو نشون مردم بدیم که دین باوری یا باور با این خدایی که داریم یا با این مذهبی که شیعه است که میگه برترینه، میخوایم که اینو اجرا کنیم ببینیم چه میکنیم. خب هزینه‌ای که شما ببینین حداقل همین 35 سال برای شناساندن همین خدا، خدایی که من نمیدونم چه نیازه که این همه تعریفش کنن، ستایشش کنن، بعد به مردم بقبولننش و بعد این خدا باوری که در بین مردم با به وجود آوردن، یک جنگی رو آغاز کردن که شما از طرفی تمام این هزینه ها بابت شناساندن این خدا به ملت و چه لطماتی که ملت از این بابت میبینن که به نام این خدا و برای این خدا مردم به هر حال میان اذیت و آزار میکنن یا شکنجه میکنن یا مرتد قطع حساب میکنن یا اعدام میکنن به اشکال مختلف، و از طرفی عده‌ای هم وقتی این باور و این مذهب و این خدا باوری رو میبینن میان دشمن خدا باوران میشن. یعنی یه جنگی در میفته که از طرفی عده‌ای اعتقاد دارن به این خدا و برای راز نگاه داشتن
این خدا میخوان که ملت رو در مضیقه قرار بدن و دچار یک عذاب و رنجی بکنن که الان داریم میبینیم که 12,000 کارتون خوابه. خب ما وقتی که هدفمون و مقصدمون نهایت فقط خداست و باور به یک چیز ذهنی داریم، انسان‌ها برامون ارزشی ندارن. خب در جمهوری اسلامی اصلا انسان معنا و مفهومی نداره. وقتی که ما از طرفی میگیم بت پرست نباشیم، ولی اومدیم بتی رو به شکل دیگه در ذهنمون قرار دادیم، یه بت ذهنی. هر کسی خدا رو قبول داره این چنینه، اونی که قبول نداره در کناره، یعنی جدا کردیم ملت رو. این جنگی که الان افتاده بین خداباوران و بی خدایان، یعنی در واقع این حکومت و این حاکمیتی که این وضعیت به وجود آورده که عده‌ای به هر حال انقدر به مردم فشار آوردن و اذیت و آزار و حاکمیتی که نتونسته اون بهشتی که حداقل‌های امکانات و تسهیلات برای مردم خودش مهیا کنه و امروز وضعیت نابسامان را به اینجا رسانده که عده از مردم دین ستیز شدن و ضد خدا شدن و اینها هم دوباره یک جنگی رو علیه اونها دارن آغاز کردن. در واقع شرایط و نتایج این حکومت به اینجا منتج شده که یک ملتی که واقعا در یک فضای قرار گرفتن که از همه طرف تحت فشارن و بعد این فشارهایی که به عناوین مختلف بر ملت وارد میشه، در تعلیمش، در تعلمش، در مدرسهش، در تمام جاها اثرگذار بوده و این خشم و نفرتی که رفتارهای اجتماعی مردم با هم دارن، یعنی در واقع ما داریم به وضعیت مملکت ایران رو به جای پیش میبریم که انقلابی کم بنا بود هم اقتصاد ما، هم فرهنگ ما، هم اسلام ما اینا رو بیاره که یک کشوری سازنده و آفریننده بهترین ها در جهان باشیم، از همه لحاظ عقب گرد کردیم و کارمون به جای رسیده که 12,000 مثلا کارتون خواب داریم. خب بسیاری از الان مردم ایران شما میدونید که اینا هزینه های حداقل معیشتی زندگیشون رو نمیدونن مایه کنن و بعد فکرشون هم آزاد نیست که به فرهنگ و هنر و پرورش بچه‌ها بپردازن. به همین دلیلی که من ایرانی در ایران موقعی که میخوام یه هندونه بخرم 10 دقیقه وارسیش میکنم، بررسیش میکنم کنم تا ببینم این چیه، خوبه، شیرینه، ولی برای آوردن یک فرزند و برای تربیت فرزند یک آگاهی که ثمر بخش باشه به ملت داده نمیشه. این فضای داخلی ایران. آقای براتی، در یه همچین شرایطی هست که پارلمان اروپا این قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده، سالهای گذشتم چنین میکرده، اما امسال با واکنش تقریبا کم سابقه مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده. این واکنش گسترده ریشش در کجاست؟ نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از چی هست؟ و هر علت دیگه‌ای که هست از شما می‌شنویم. خب واکنش که انجام گرفته در حقیقت حمله ایست به سوی دولت آقای روحانی و وزیر خارجه‌شون، چون همونطور که اطلاع دارید در کنفرانس امنیتی مونیخ در ژانویه همین سال، در ژانویه 2014، از آقای ظریف در این کنفرانس سوال شد که شما در ایران تعداد روز افسون اعدام دارید، دستگیری مخالفین سیاسی، برخوردتون به حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مسائلی از این دست، حال شما در این رابطه چه کار میخوایی بکنید؟ و آقای ظریف در پاسخ اصلا نفی نکردن، گفتن بله ما مشکلاتی در زمینه حقوق بشر در ایران داریم که باید به اونها توجه بکنیم و رسیدگی بکنیم و چیزی از این دست گفتن. خب البته آقای ظریف ضمناً جای دیگه هم اشاره کرده بودن که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. بله حالا این رو عرض میکنم، اینو بعداً گفتن جای مختلف. من منظورم این است که لااقل اون چیزی که در یک کنفرانس بین المللی، کنفرانس امنیت مونیخ، شاید بعد از مجمع عمومی سازمان ملل بزرگترین جمع جهانی غیر رسمی باشه که در اون همه سیاستمداران مهم جهان شرکت دارن و حرفایی که اونجا زده میشه معمولا زمینه ایست برای سیاستگذاری بعدی. خب حالا یا جواب ایشون این بوده که خواستن در اونجا بسا جو نامناسبی ایجاد نشه
و یا این که این ربط داره به اون چیزی که خود آقای روحانی در منشور شهروندیشون آوردن نوشتن. اون چیزی که روی کاغذ نوشته شده نکاتی از اون چیزی که پارلمان اروپا در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها گفته درش مستطره. معلوم نیست آقای روحانی وقتی که نمیتونه اصلا مسئله ای رو که آورده ببره در سطح جامعه و ببره در سطح قانونگذاری و به تصویب برسونه، خب معلومه که هجومی که الان شده این هجوم در این سطح هست که آقای روحانی شما فقط آمدید برای این که این مسئله اتمی و رفع تحریم ها رو به انجام برسونید، بیش از این به شما امکانی داده نمیشه. ایشون همون اشتباهی رو که آقای خاتمی کردن دارن تکرار میکنن. آقای خاتمی در دورانی که بهترین موقعیت رو در سطح جامعه داشتن، این بعد از حمله آمریکا به عراق بود، یکی از اونها در دور پیشینش مسئله حمله عراق به کویت بود و اصولا در همه امکاناتی که در سطح بین‌المللی به وجود آمده بود و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خودشون رو زیر فشار میدیدن یا در مورد تهدید میدیدن، در اون زمان رو نکردن به مردم کمک بگیرن از شهروندانی که بهشون رأی دادن و حامیشون بودن یا اصلاح طلبانی که پشت ایشون بودن. الان هم آقای روحانی همین کار رو میکنن، کاری به این ندارن که اونهایی که بهشون رأی دادن، اصلاح طلبانی که حامی ایشون بودن، به اونها تکیه بکنن. وحشت از این دارن که اقتدارگرایان نظام چه سیاستی در پیش بگیرن، به همین دلیل شروع کردن خودشون هم همون حرفایی که روزنامه کیهان و جاهای دیگه می نویسند و میگن آقای ظریف و آقای روحانی و یا سخنگویان مختلف هم تکرار میکنن. یه چیز جالب این هست که زمانی که این قطعنامه پارلمان اروپا در حال تصویب بود، سخنرانی هایی که نمایندگان مختلف می کردن، بسیار بودن نمایندگانی که در پارلمان اروپا می گفتن این قطعنامه در حقیقت یک نوندهی به جمهوری اسلامی است، تایید جمهوری اسلامی است، سازش با جمهوری اسلامی است و رأی مخالف دادن. و همین حرف رو عجیبه که اونها هم در داخل میزنن و به جای اینکه قبول بکنن حرف اونها رو، همه صحبتشون این هست که میخوان مداخله بکنن. خب مداخله در امور حقوق بشر بد که نیست، هیچی، همه آزادی خواهان دنیا باید، همه جای دنیا خواهان مداخله همه کشورها در بهبود وضع حقوق بشر و حقوق شهروندی بشن. این مسئله ایست که باید جمهوری اسلامی یه روز بپذیره که در رابطه با مسئله اتمی هم این نکته ادامه پیدا خواهد کرد. آقای ملکی عزیز، اون چی که آقای براتی گفت این هستش که آقای روحانی از طرف اصحاب قدرت، رهبری یا هر کس دیگه ای، اومده برای حل و فصل برنامه اتمی و مسئله اتمی جمهوری اسلامی و نبیش. چه کسی به هر حال، چه نیروی اساساً تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی است؟ اینجا آقای مصباح یزدی میگه رهبری همه قدرت زورش به همه جا نمیرسه. کی هست؟ پاسداران، پاسداران و رهبری، بسیج، پاسداران، رهبری، کدوم چی؟ در ایران قدرت، خب سوا اینکه حالا دست مقام همون شخص اول مملکت به هر حال بی تأثیر نیست، ولی از طرفی مافیای قدرت یه مقدار پخش هم شدن. یعنی حالا بخشش الان قدرت دست سپاس، بخشش دست یکسن که بعد از انقلاب اینا پا گرفتن که در خود این نظام هم ریشه دارن. اینها شنیده شده گفتم ما برای صد نسل آینده مون میخواییم که ثروت بیاندازیم و اصلا کارشون هم همینه. شما بنگر وقتی که در مملکتی با این ثروت، با این امکانات که داره، وضعیت معیشتی مردم و وضعیت فعلی مردم انقدر نابسامانه که عده‌ای مجبور میشن که هجرت کنن به کشورهای خارجی یا بعضی ها حتی برای شما داخل کشور. الان همین مسئله صیغه مسئله خیلی مهمیه، این خیلی از لحاظ فرهنگی یک سقوط فرهنگی برای ما که اینا به خاطر معیشت و به خاطر اقتصادشون میان مثلا نیم ساعت
با یکی ازدواج میکنن، ازدواج های موقت نیم ساعته. خب این نشان از فروپاشی یک کشوری که بنا بود ما رو به کجا برسونه، به کجا رسیدیم. بنابراین من فکر کنم که قدرت الان با توجه به همه این شرایط تقسیمم شده. در واقع الان درستی که رهبری ولایت فقیه که میگن اینا عهده‌دار همه امور شؤونات مملکتی و مسئول و پاسخگو تمام نابسامانی‌ها، به هر حال یکیش شخص اول مملکته، ولی آیا بخش های دیگه این مملکت، حالا مصلحت نظام، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم نمایندگان مجلس، مشکل ما یکی دوتا هم نیست. مگه ما الان در این نظام افراد کم داریم؟ خب قسمت های مختلف هستن، منتها دیدگاه و باور این افراد اتفاقا مشکل همینجاست که بخشش هم به اپوزیسیون مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست که هنوز بسیاری از مخالفین خود جمهوری اسلامی و در داخل هنوز باورمند نیستن. همین مسئله که آقای براتی هم در رابطه با حقوق بشر و اعدام، یعنی هنوز ما به یک نقطه مشترک نرسیدیم که اعدام رو در قرن 21 محکوم کنیم و شدیدا پاشم واسیدیم که ممنوعیت اعدام رو در کشورمون اجرایی کنیم. شدنی هست، 100% شدنیه، منتها باورشو نداریم. این مشکل فقط در داخل که نیست، که خارج از کشور هم همینه. خب وقتی که ما 35 ساله در خارج از کشور هستیم، از امکانات نمیتونم، از آزادی، از مطالعه، از این همه چیزایی که دریافت کردیم، اون دانش آگاهی رو هنوز نیافتیم که با لایحه قصاص بگیم آقا یک لایحه ضد انسانی قصاص، کسی که دزدی کرد دستشو قطع کردن. این لایحه برای هزار میخوام حرفتون رو قطع میکنم، الان ما داریم به این مسئله دیگه میریم، این که قدرت در ایران در دست کیست. اما این نکته رو که اشاره می‌فرمایید در 35 سال خارج از کشور، این 35 سال چنین نبوده که تمام 35 سال به یک شکل باشه. بخش بزرگی از این 35 سال در آغاز پس از انقلاب، مهاجرت ناخواسته ایرانیان به خارج از کشور، مخالفینی وجود داشتن که اونها با اساس جمهوری اسلامی مخالف بودن، یعنی با اساس همه این نکاتی که شما اشاره میکنید، از جمله قصاص، از جمله دخالت دین در حکومت و تمام پیامدهای این ماجرا. من اشاره میکنم به دهه اول پس از انقلاب در خارج از کشور، کسانی مثل دکتر شاپور بختیار بودن و کسان دیگری و به شدت مخالفه. الان امروز روز خب ما متاسفانه روال دیگه‌ای پیدا کرده، بسیاری از کسانی که به خارج اومدن یا در این چارچوب عملا به شکل اصلاح طلبانی عمل میکنن که خواستار اصلاح نظام ولایت هستن. من اینو از نظر برای بینندگانمون توضیح میدم. اونطور پرسش من این هست، در چون این نظامی قدرت هستی، تصمیم گیرنده چه کسی است، چه نهادی است؟ فقط یه نکته چی که من میگم درسته، همین هست، منتها عدم اتفاق و اتحاد ما نشان دهنده اینه که ما باورمند، بله یه بخش کوچکی شاید بودن و به طور قطع هم همینطور بوده، ولی چرا ما تا حالا نمیتونیم متحد و منسجم میشین در یک نقطه اشتراک؟ وقتی که ما در مقابل جان انسان ها نمیتونیم در کنار هم بشینیم و انسجام پیدا کنیم که بتونیم حداقل یک قدم برداریم که همین ممنوعیت اعدام به هر حال با اتحادمون فشارها رو به قدر به جمهوری اسلامی زیاد کنیم که نتونه مثلا سالی 700 800 900 تا قریب به 1000 نفر رو اعدام بکنه. خب وقتی در قرن 21 جمهوری اسلامی نزدیک به 1000 نفر اعدام میکنه، نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده ما باورمند به این مسئله نیستیم که اینو قطعی برش داریم. اگر بودیم به هر حال یک تغییری باید بکنیم و بتونیم جمهوری اسلامی در یک منگنه در فشار قرار بدیم، با توجه به لابی هایی که داریم، رسانه هایی که داریم، و فضا رو برای مردم ایران طوری ارائه بدیم که خود مردم ایران هم به هر حال یه تغییراتی بکنن که مخالفت بکنن. ولی اینی که قدرت به هر حال، قدرت الان دست ببین بعد از بنا شد انقلاب بشه که طبق صحبت خودش، چون که در قبل از انقلاب اختیارات همه در اختیار شاه بود، قدرت اصلی بود، قرار بود که انقلاب بشه این قدرت تقسیم بشه بین مجلس و رهبری و نمیدونم قسمت‌های خبرگان و شورای نگهبان، ولی بخصوصا در زمان همین آقای خامنه‌ای خب اینا یه اومدن دیگه 100% اون قسمت‌های شورای نگهبان و غیره رو، حتی قبلش هم همینطور، ولی بعدا بیشتر همه رو آوردن در حیطه خودشون. در واقع قدرت
اصلی به نظر من دست همین حاکمیت ولی فقیه، ولی خب بخشای حالا در سپاه هست، مافیای قدرت هم هستن، سرمایه‌دارانی هم هستن که از خود همین نظامن، اینها هم گردانندگان این نظام هستن، فقط الان قدرت یک بخش نیست، بخشای مختلفی هستن که شراکت در این مسیر دارن. آقای براتی، همین پرسش رو از شما داریم. در نظام جمهوری اسلامی عملا قدرت در دست کیست؟ یعنی حرف اول آخر رو به نظر میرسه بیت رهبری میزنه و کسانی که پشت سر بیت رهبری هستن. اما مصباح میگه خیر، ایشون زورش به خیلی جهام نمیرسه. خب این یکی از مشکلات این کشوره، کشوری که ساختار قدرتش تبدیل به یک رازی بشه که باید رمال ها بشینن و این راز رو برملا بکنن. خب این کشور معلوم سرنوشتش چی هست. وقتی ساختار قدرت روشن نیست، معنیش این هست که هر کس در این مملکت بخشی از قدرت رو داره، هر کاری دلش میخواد توی این مملکت انجام میده و همه اینها میتونن زیر چتری جمع بشن که حامی اونهاست. فکر میکنم این تفسیر درست باشه، این که ما در ایران ساختار متمرکز قدرت در دست یک نفر نداریم، این درست است. همه قدرت دست آیت الله خامنه‌ای نیست. خود آقای خامنه‌ای درست در این که ساختارهای موجود رو بتونن ازش استفاده بکنن و زیر دست خودشون بگیرن، هنر خوبی به خرج دادن. خب شما اشاره کردید، سپاه پاسداران در حقیقت اقتصاد بزرگ و کلان مملکت دست سپاه پاسداران. باز آقای ملکی اشاره کردن به مافیای اقتصادی، مافیای اقتصادی که در رابطه با آقای زنجانی الان برملا شده که آقای زنجانی تنها یک تابلوی از این مجموعه مافیای اقتصادی بودن. خب این مافیای اقتصادی کجا عمل میکنن؟ شما از همین عرض شود که از همه اون چیزی که در مشهد و تمام اون وجوهی که تحت عنوان به اصطلاح مقبره امام رضا جمع میشه، همه اون چیزی که زیر دست آقای طبسی هست، تمام اون ساختارهایی که در زمینهای گوناگون اقتصادی عمل میکنه در این حیطه در نظر بگیرید که کنترل اینا معلوم نیست دست کی هست، ولی تقسیم سود و درآمد همه اون چیزی که در این خطه هست روشن انجام میگیره. یا شما در نظر بگیرید اون چیزی که تحت عنوان امپراتوری اقتصادی آیت الله خامنه ای الان معروف شده، اون چیزی که خبرگزاری رویترز گویا برای اولین بار شکل به اصطلاح مجموعهش رو منتشر کرده و دنبال گرفتن. خود اصل تحقیقات از کجا هست نمیدونم، ولی یعنی اون 95 میلیارد دلار منظور شما اشاره میکنید دارایی های در بیت رهبری، یعنی بخشی از دارایی های بیت رهبری. اون مسئله داراییش هست، ولی این که اصلا این امپراتوری اقتصادی در چه زمینه‌هایی کار میکنه، این مسئله مهمی است. گفته میشه بخشی از این که اصلا آیت الله خامنه‌ای الان هوای این رو داشته که حتما مسئله اتمی به نتیجه برسه، این بوده که تمام ارتباطی نهادهای زیر مجموعه ایشون، اون چیزی که تحت عنوان امپراتوری اقتصادیشون معروفه، ارتباط بانکی این نهادها با همه دنیا قطع شده و ایشون نمیتونستن دیگه کاری انجام بدن. طور هست در مورد نهادهای زیر دست سپاه. حالا اون چی که مربوط به تقسیم قدرت میشه، ما شبکه‌های گوناگونی در اطراف هر یک از این نهادها داریم که عمل میکنن. شما در نظر بگیرید بیت، اون چیزی که تحت عنوان بیت امام معروف است، حول و حوش خود آقای خامنه‌ای چیزی در حدود 500 نفر کار میکنن، اما بیت ایشون 5000 نفر هستن. اون مجموعه ای که از جمیع به اصطلاح شخصیت ها، افراد و کارگزاران نظام در حول و ایشون کار میکنن، این 5000 نفر و اون 500 نفر در اجزا کی هستن نمیدونیم، ولی ما میتونیم بگیم اون 5000 نفر و اون 500 نفر نمایندگی میکنن شبکه های مختلف قدرت رو.
اینکه آیت الله خامنه‌ای به حرف کدام یکی از اینا تا کجا گوش بکنه این تعیین کننده است. بنابراین ما میتونیم بگیم قدرت پخش شده است ولی یک رأسی داره که رأس آیت الله خامنه‌ایه. ایشون با افراد گوناگون تصمیماتی که میگیرن مشورت میکنن. این تصمیم گیری بستگی به منافعی داره که این نهادهای مختلف از طریق نمایندگیشون به ایشون انتقال میدن. خب صندوق بین المللی پول هم گزارشی منتشر کرده به تازگی که درباره وضعیت اقتصادی ایران هست. ایران در زمان ولایت فقیه که گروهی همچنان امید به اصلاح اون دارند. در میان این گروه افراد بسیار شناخته شده هستند که در قتل‌های انجام شده در ایران نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتند. کسانی که بر پیشانی دختران و زنان ایرانی در خیابان‌ها پونز فرو می‌کردند و اکنون در پناه دموکراسی غرب سخن از حمایت که خیر، اما به طور تلویحی در حمایت از جمهوری اسلامی میگویند در لفافه مانیفست جمهوری خواهی. سخن در این زمینه بسیاره. برنامه‌های ویژه‌ای رو من در آینده اختصاص خواهم داد به بررسی آنچه که جریان اصلاح طلبی در ایران کنونی نامیده میشه، ریشه های اون، وابستگی های اون به ولایت فقیه و نقش کسانی که در این مسیر اقدام کردند و نقش اونها در وضعیتی که ایران امروز به اون رسیده، نقش افرادی که امروز در پشت نقاب اصلاح طلبی تلاش میکنن اونچه رو که در ایران امروز وجود داره به نحو دیگه ای حفظ کنن و پیش ببرن. با شما عزیزم خواهیم بود در تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. آقای ملکی عزیز، شما بفرمایید که این وضعیت اتمی، برنامه اتمی اگه قرار حل بشه، اگر مأموریت یافته آقای روحانی که این مسئله رو حل کنه، خب این قضیه خیلی پیچیده نیست برخلاف اون چیزی که گفته میشه. هم از سوی ایران میبینیم خیلی تعلل هست، هم از این سوی غرب باز اون چی که چه میگن نرمش هست، هر دو و مسئله همچنان حل نشده باقی مونده به شکلی که آقای کری میگه تا چند ماه دیگه ایران مواد اولیه برای تولید بمب رو در اختیار داره. این رو شما چه دیپلماسی پشتش میبینید، پشت این داستان از هر دو طرف؟ داستان اتمی ایران بخشش میاد به حقوق بشر مربوط میشه، چرا که جمهوری اسلامی با علم کردن این مسئله و با مشغول نگاه داشتن غرب و نگاه اونها که معطوف به برنامه هسته ای ایران هست و بر حالی تبادل نظر و گفتگوهایی که میکنن یه مقداری اونها رو فراموش بکنن و در ادامه پیگیری مسائل حقوق بشری کمرنگ بشه که ما دیدیم موفقم در این زمینه بوده، چون برای غرب الان حقوق بشر در ایران چندان اصلا معنی و مفهومی نداره. سالی وقتی که 800-900 تا در ایران داره اعدام میشه، در زمان شاه 4 تا که اعدام میشه تمام کشورها تمام فشارشون رو بر شاه میدادن که آقا شما اعدام میکنی حقوق بشر رعایت نمیشه، ولی تو جمهوری اسلامی که اصلا حقوق بشر هیچ معنی و مفهومی نداره چندان فشاری بر جمهوری اسلامی نیست، بلکه در راستای منافع اقتصادی خودشون است که یه مقدار فشار میارن. و الان من فکر نکنم که برای ملت ایران بخوان طرف تقلایی بکنن که مردم ایران به سر سامانی برسن. از طرفی هم خود ما خب باید دنبال منافع خودمون باشیم و این برنامه اتمی برمیگرده به این که یک پوششی شده برای این مسئله که بسیار اهمیت داره. من فکر نکنم مسئله اتمی هم به این زودی حل بشه،
همیشه میخوان این تبادل و گفتگو باشه و این به هر حال اونا هم کار خودشون رو انجام بدن، حالا تا چه حد به دنبال چه اهداف و مسئله هستن. خب جمهوری اسلامی به هر حال دوست داره که یک قدرت و امپراتوری اسلامی بشه، اینجور که از شعارهاش مشخصه، یا اون مهدویت و نمیدونم چیزایی که اینا اعتقاد دارن دنبال این مسئله به طور قطع هستن. این وسط فقط مردم فراموش شدن دیگه. شما ببینید وضعیت کنونی، وضعیتی که فردای ایران داره و اون چیزی که بذرهایی که ما امروز میکاریم و بذرهایی که پدران ما کاشتن 20 سال 30 سال پیش و داریم الان، وضعیتی که امروز ما داریم نتیجه کارها، اعمال، رفتار، گفتار حاکمیتی که چند دهه است بر ما حکومت کردن، مردم چنین تربیت کردن و امروز هم با این وضعیتی که ما لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی وضعیت خرابتر از این حرف هاست. کسانی که از داخل الان میگن از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فساد تا عمق خانه ها پیش رفته، یعنی وضعیت فرهنگی ایران الان دیگه دروغ، نمیدونم خیانت، حق بازی و فریب یک چیز اصلا عادی شده. تازه کسی که اهل این کار نباشه میگن آدم ساده پخمیه، آدم اصلا به درد نخوریه. بنابراین این لحاظ فرهنگی وضعیت ما به این چنین مسئله رسیده که مسئله بسیار مهمیه. ولی خب این اتمی من بعید میدونم که ظرف این چند ماه که اینا گفتن اصلا این مسئله باشه، بلکه اینا اونا هم با مطرح کردن این مسئله به نظر من میخوان دنبال منافع خودشون هستن که باج بیشتری از جمهوری اسلامی بگیرن، چون میدونن جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی نداره، از این شرایط بهترین استفاده رو میکنن تو اون قراردادهای خودشون رو بتونن تحمیل به جمهوری اسلامی کنن و بهترین شرایط و منافع رو بتونن از این موقعیت برای خودشون کسب کنن. در همین زمینه نظر شما رو جویا هستیم که برنامه اتمی، مذاکرات اتمی قرار هست پیشبینی میشه به کجا برسه با نشونهایی که در دست هست آقای براتی عزیز؟ خب در این زمینه من چندان با آقای ملکی موافق نیستم. من فکر میکنم هر دو طرف، هم به خصوص آمریکا و هم جمهوری اسلامی، مجبور به رسیدن به یک نتیجه هستن به دلایل گوناگون. دلیل ایران و شکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی است در همه زمینه‌ها. دلیل آمریکا، به ویژه دلیل آقای اوباما، این است که سرمایه گذاری زیاد سیاسی کردن، کنگره رو باز داشتن از اینکه تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران تصویب بکنه و به دنبال این بودن که در زمینه خاورمیانه نوعی اون سیاست به اصطلاح اون تهدید امنیتی که برای آمریکا وجود داشت، این تهدید امنیتی رو به حداقل برسونن. ما الان با مسئله سوریه روبرو هستیم، وجود گروه‌های اسلامی بسیار بسیار افراطی نظیر دولت اسلامی عراق و شام، داعش که میخوانی همچین چیزی اونجا بسازن، گروه های اشعت جبهت النصره، گروه هایی که از القاعده آمدن و جاهای دیگه، بر صورت امکان سیاسی و مذهبی تجزیه سوریه هست. همین خطر در عراق هم وجود داره. ولی اینهایی که الان یه همچین وضعی رو برای امریکا در این دو کشور وجود میارن، در مقابله با جمهوری اسلامی هم هستن. به نوعی یک نوع همسویی میان منافع امنیتی جمهوری اسلامی و آمریکا به وجود آمده در این زمینه. این سرمایه گذاری به هر صورت به نتیجه نمیرسه اگر تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه پیدا بکنه. اما این تقابل به قیمت بسیار صفر نخواهد بود. آقای ملکی هم به این نکته اشاره کردن، بسیار بسیار مشکل خواهد بود. ببینید یک مسئله ما داریم در عرشان نیروگاه آب سنگین عراق که تولید پلوتونیوم میکنه، که پلوتونیوم به صراحت برای میتونه به در یک سلسله ریاکسیون ها، عکس العمل ها به انفجار اتمی بکشه. خب جمهوری اسلامی میگوید که ما میتونیم، غرب اصرار داره که این تبدیل به نیروگاه آب سبک بشه که اون هم میتونه پلوتونیوم تولید بکنه، ولی ایران قبول. معمولا پلوتونیوم رو کشورهایی تولید میکنن که خودشون به اصطلاح
غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدن، بلکه از اورانیوم خالص استفاده میکنن. خب ایران غنی‌سازی اورانیوم انجام میده با سانتریفوژ ها، بنابراین دلیل موجهی برای این وجود نداره. ایران میگه ما با تغییرات تکنولوژیک در این نیروگاه آب سنگین عراق میتونیم نگرانی رو برطرف کنیم. منظورشون این هست که این امکان وجود داره که از طریق به اصطلاح اکسلراتور اون چیزی که در ریاکتور انجام میتونه بگیره در کنار پلوتونیوم 239 پلوتونیوم 241 و 243 و اینها درست بشه که درصد هر کدوم از اینها در مجموع تعیین کننده است برای اینکه اون کشور بتونه از این مجموعه برای سلاح اتمی استفاده بکنه یا نه. خب این یعنی شما میفرمایید آقای براتی هر دو طرف خواستار این هستن که مسئله رو حل کنن. بله ولی کوتاه بفرمایید ممنون است. ولی به بهای گوناگون. ببینید آمریکا مایل به طور مثال ایران غنی‌سازی رو انجام بده در سطح 3.5 تا 5 درصد، اما تعداد سانتریفوژها نه 19 و 20 هزار بلکه 4 هزار باشه. سانتریفوژها هم نه اونطور که جمهوری اسلامی مایل هست اش پیشرفته ترین نسل سانتریفوژها باشه، بلکه از نسل اول سانتریفوژها باشه که بسیار با سرعت بسیار کم و مشکلات تکنولوژی. خب این طرف به اصطلاح معادله و معامله هست، تا به نتیجه برسن طول میکشه. مسئله دیگر مسئله موشک‌های شهاب و سجیل ایران هست، موشک‌های میان برده. جمهوری اسلامی میگه این در چارچوب مذاکراتی که مربوط به آژانس بین‌المللی اتم میشه نمیگنجه، این مسئله نظامی است، هرچند ما قطعنامه شورای امنیت در این مورد داریم که ایران نباید این کار رو ادامه بده. بسیار مسئله بحث در چارچوب دیگری قابل مذاکره است، ولی در مجموع فکر و برداشت من این هست که هر دو طرف میخوان به نتیجه برسن. خب آقای ملکی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا چند اندازه اونطور که تلاش میکنه وانمود کنه یک برنامه ملی است، یعنی مربوط میشه به همه مردم ایران، مردم ایران همه از این برنامه منتفع میشن و بهره مند میشن، تا چند اندازه این هست یا نیست؟ بله، این برنامه اتمی ایران خب میدونید قبل از انقلاب شروع شد و به یه جاهای مثبتی هم داشت میرسید. بعد از انقلاب چون همین گروه های تون رو و خود اسلامی آمدن، به هر حال دنیا خب احساس خطر کرد که اگر که این بمب اتمی یا برنامه هسته‌ای به هر حال به دست انسان های تون رو بیفته، ممکنه باعث تخریب و خرابی بیشتر دنیا بشن. بنابراین الان این هزینه‌ای که ملت ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای داره میپردازه، این یک پروژه ملی محسوب نمیشه. پروژه ملی زمانی که پشتوانه مردمی داشته باشه و مردم هم خواهان هم بشن و بعد هم تمام دنیا نگن نه، بعد ایران میگه آره. خب این نتیجه چی میشه؟ فضای کنونی ایران باید اول خودش یک حکومت دموکراتیک باشه، یک فضای آزادی رو به وجود بیاره، یک انتخابات آزادی به وجود بیاره که بتونه اگر فردا هسته‌ای شد قدرت دست یک نفر یا یک ولی فقیه نباشه که میگه ما همه چیز میدونیم بقیه هم هیچ چیزی نمیدونن. بنابراین این یک برنامه ملی و یک برنامه‌ای که منافعش به همه ملت ایران برسه معلومه که نیست. همین روندی که کره شمالی در پیش گرفته، خب ایشون هم اون قسمت تسلیحاتی نظامیشو در پیش گرفته، خب مملکتشو بسته در یک فضای قرار داده که همه مردم اسیر و گرفتارن، لحاظ اقتصادی هم مشکلات بسیاری داره، ولی خب به پروژه هسته‌ای خودش میباله که آره ما موشک مثلا هوا کردیم و اینا. بنابراین یک پروژه ملی که در راستای منافع ملت ایران، آن هم در موقعیتی که انسان در حکومت جمهوری اسلامی معنی و مفهومی نداره، مسلمه که اگر که دستش به هسته‌ای برسه بسیار خطرناکه. چرا که اگر امروز سالی الان سالانه نزدیک 1000 نفر اعدام میکنه، پس بردان بر اساس همین باور میگه ما به خاطری که حکومت جهانی داشته باشیم کار دیگه ای رو انجام میده. و خب مسلمه که کشورهایی که مخالفت با اعدام میکنن و اعدام در کشورشون ندارن، حکومتشون دموکراتیه، خب معلومه که دنبال سلاح هسته‌ای نمیرن که در جهت منافع اقتصادی استفاده میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی هر چقدر بگه، من بعید میدونم بخشهایی از خود اصلا خود حتی علمای مذهبی یا مسئولین نظام اعتقاد نداشته باشن که ما باید به قدرت نظام
اتمی دست بیابیم، حداقل قدرتش رو داشته باشیم استفاده نکنیم. یه همچین افکار مخربی هم بعضی ها دارن، البته آدم های خردمند و باهوشی هم داره جمهوری اسلامی، ولی خب بخشی از کسایی که انسان رو قبول نمی کنن و به خاطر خدا انسانهای دیگر رو قربانی می کنن، اینها مشکل سازن. اگر ما به روزی رسیدیم که منی که کافر هستم یا انسانی که کافره در چهره یک انسان خدا باور، یک انسان خدا باور، یک انسان برادری دید با اون کسی که خدا باور در چشم در صورت یک کافر، یک انسان کافر، یک انسانی دیدید که انسانه، اون موقع است که ما میتونیم به جایی برسیم که داشته باشیم هر قدرت. ولی تا روزی که جنگ بین هم داریم، خدا باوریم و بی خداییم یا مذهبیم یا غیر مذهبیم، اینه که این قدرت باعث مشکلات میشه که داریم میبینیم در جمهوری اسلامی چه فضایی رو وجود آورده. آقای براتی، هزینه ای که برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا امروز خرج شده بالای حتی نزدیک به 200 میلیارد دلار هم گزارش شده، بعضی ارقام بیشتره، به طور رسمی حدود 120 میلیارد هست. این هزینه آیا نمیتونه صرف رفاه مردم بشه، صرف خانه سازی بشه برای همین کودکانی که در خیابون میخوابن یا کسان دیگه و و و و و جای دیگه؟ یعنی پرسش اینه که اگر واقعا حکومتی برای رفاه مردم میخواد دست پیدا کنه به تکنولوژی هسته‌ای در زمینهای دیگه، باید همین نگرانیش هم باشه دیگه. یک تلاشی هم ببینه آدم میکنه در زمینهای دیگه برای بهداشت مردم، برای مسکن مردم، برای بقیه چیزا، نه اینکه همه رو ول کرده و این هست که فقط میخواد برای مردم انرژی اتمی بیاره. تفسیر شما رو میشنویم. برنامه اتمی جمهوری اسلامی برنامه ایست ملی یا یک برنامه سیاسی برای حفظ قدرت ولایت فقیه در منطقه؟ خب پاسخ پرسش شما در نوع پرسشتون مستتر بود، در حقیقت پاسخ در سوالتون بود. حالا من به شکلی میگم و اون این که درست هست که این برنامه اتمی ایران از منظر اقتصادی کاملا یک ضرر بزرگ ملی است. اصلا هیچ دلیلی برای کشوری مثل ایران با منابعی که در اختیار داره و فضایی که در اختیار داره برای استفاده از یک انرژی که در پیشرفته ترین کشور دنیا که ژاپن باشه از نظر این تکنولوژی، به فاجعه اینطور عظیم ملی که عواقبش معلوم نیست تا چند تا صد سال آینده هم قابل برطرف کردن باشه، خب ایران با این وضعی که داره از چهار سوی جغرافیایی مملکت، مملکتیست زلزله خیز، در همین 60 کیلومتری، 50 کیلومتری، 70 کیلومتری بوشهر زلزله های گوناگون در درجات بالا رخ داده که تا به حال گفته شده که نه آسیبی نزده، ولی ما شاهد این بودیم که درست در این میان نیروگاه خاموش شده بود. حال اینکه اثر زلزله بوده یا نه نمیدونیم. ما قراره در ایران 20 نیروگاه دیگر ساخته بشه در نقاط مختلف. خب تحقیقاتی که مربوط به عرشبت که تحقیقاتی که مربوط به زلزله شناسی میشه یا زمین شناسی و زلزله شناسی میشه در اختیار نهاد سپاه گذاشته شده که نهاد سپاه هم از نهادهای علمی که ما به نام نمیشناسیم استفاده میکنه در این زمینه. خب هیچ گونه کنترل بین المللی نیست. آژانس بین المللی اتمی اتفاقا در مورد همین دو نیروگاهی که الان در دستور کار قرار داره هشدار باش داده و مایل بدونه کجا و چگونه میخواد این انجام بگیره. وقتی فقط از نظر از زمینه زلزله مملکت ما اینطور آسیب پذیره، بقیه مسئله رو میشه اصلا بسیار فراتر دید. خب از نظر اقتصادی اصلا به نفع ایران نیست. ببینید تمامی این نیروگاهی که الان شما گفتید 200 میلیارد، خب 200 میلیارد اون به اصطلاح مخارجی که به طور جنبی در اثر تحریم ها به وجود آمدن هم روی این 200 میلیارد حساب شده، ولی اگر فقط 70 تا 80 میلیارد در نظر بگیریم، گرانترین قیمتی که برای یه نیروگاه میتونست باشه به قیمته میشه 1 میلیارد یا 1 میلیارد و نیم باشه.
وقتی یک کشوری به دلیل این تحریم ها به دلیل شرایطش اینجا 70 برابر به اصطلاح هزینه رو انجام میده بدون اینکه 1 کیلووات هم برقی تولید کرده باشه، با اینکه تمامی زندگی اجتماعی ملت زیر فشار رفته، خب معلومه این نمیتونه پروژه ملی باشه. پروژه ملی زمانی است که کمک بکنه به وضع بهبود وضع معیشتی مردم، تولید انرژی ارزان و در نظر گرفتن آسیب‌های امنیتی و ملی. وقتی همه اینها نیست، بنابراین پاسخ به این که این پروژه ملی است نه منفی است. آقای ملکی، در برنامه امشب درباره خداباوری صحبت‌های شما کردین، اشارات کردین و جنگی که میون خداباوران هست و اونهایی که از نظر خداباوران کفار خونده میشه. این که ببینید یک آدمی مثل آقای خامنه‌ای، سابقش بسیار روشن، میزان تدریس درس و مشقی که در حوزه علمیه انجام داده روشن، دست کم برای خود روحانیون شیعه و روحانیون غیر شیعه هم حتی، اما یک همچی آدمی را آمدن، یکی دو نمونه نیست، من چند نمونه، دو نمونه شو فقط اینجا میخونم. امام جمعه موقت تهران، این آقای صدیقی گفته اصلا به هیچ ترتیب اصلا شک نکنید که خداوند خودش ایشان علی خامنه ای را برگزیده است. یعنی این آقای صدیقی اولا از خداوند و از کجا اطلاع داره که شخصا خودش علی خامنه ای رو برگزید؟ این یه حرف. حرف دیگه که باز تازه است از همین آقایون، آقای فیروز آبادی هست، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عنوانشون خیلی طولانی است. برحال ایشون هم حرفی که زده گفته حرف آقای خامنه‌ای ولی فقیه امر خداوند است. من از شما میپرسم این با ضوابط و معیارهای دینی اسلامی آیا کفر هست؟ نیست، درسته؟ نیست. اگر کفره چرا روحانیت شیعه ساکته و بقیه؟ چون این حرفایی زده میشه. این چیزی که اینها اصلا میگن و وصف میکنن که ایشون از طرف خداست یا غیره، خب این 35 سال هم دارن میگن که نماینده ایشون نماینده خداست و از خدا هم دستور میگیره. البته واقعا اینها جزو همون چیزهایی که بوتی ساختن که حالا دیگه خودشون هم دعوت زورشون بهش نمیرسه، چون مراجع هم تابع همین بوت شدن، به دلیل این که خود اون مراجع و روحانیت هم الان دارن از ایشون کمک میگیرن و پول میدن. سپاسگزار هستیم آقای ملکی و سپاس آقای براتی عزیز. با سپاس از شما عزیزان. با سپاس از شما. من همینجا به راه یافتن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان همشهریای عزیزم رو به لیگ برتر در ایران، لیگ برتر فوتبال تبریک میگم. مطمئن هستم در شرایطی آزاد، در شرایطی بدون استبداد از هر نوع، از جمله استبداد دینی، در شرایطی که دیگه مافیای حاکم بر ورزش ایران در میان نباشه، نه تنها ورزشکاران مسجد سلیمان بلکه همه ورزشکاران سراسر کشور در عرصه‌های مختلف درخشش‌های بسیار بیشتری خواهند داشت، در زمانی که بانوان دختران ایرانی، دختران گرامی ایران زمین هم راه به استادیوم های ورزشی داشته باشند و ورزش از شکل کنونی و فقاهتی خودش بیرون بیاد، مطمئن هستم که موفقیت های بیشتری نصیب همه جوانان ما خواهد شد در راه پر انرژی و پر شور و شوق ورزش. به امید اون روز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، توچال، آسماری، زرد، کوزگرس و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.